خدا می داند از اول اسلام چه علما و صحابه اسلام را لکدار کردند. صحابه که اگه اسلام را لکدار می کردند که قرآن تزکیهشون نمی کرد. ببینیم چرندیات این آقا را بشنیم کی هست. خدا می داند که از اول اسلام تا حالا از این علما سویی که بودند چه مصیبت ها بر اسلام وارد شدند. ابو هریره که از فقها ها. خب اول بریم اینجا اینجاست فقها ها. علمای سو بدتر از تو عالم سو در این عصر ما ندیدیم. بدترین عالم سوی بودید، عالم بدی بودید که ایرانو بیدین کردید، قانون اساسی با تقیه نوشتید، فتاواهات چنان مسخره که مردم بخوان بخندند فتاواهای تو رو میخونند. البته فتاواهای بقیه بهتر از تو نیست، از سیستانی و صادق صدر و دیگران. لیکن ابو هریره که یکی از پر روایت ترین صحابی پیامبره، به خاطر اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم براش دعای خیر کرده، زن و بچه نداشته، تو از اصحاب صفه همیشه نزدیک پیامبر بوده، هر جا سعی میکرده که میره ابو هریره هم بره، مقصود که زیاد باش سر کار داشته و مهمتر از همه اینا پیامبر براش دعای حفظ کرده. و جالب اینجاست که دکتر عجاج خطیب کتابی نوشته به نام ابو هریره راوی اسلام، ثابت کرده در این کتاب که تمام احادیث ابو هریره در پیش شیعه هستش با سندهای دیگه. اما این آقا چون خودش آدم بی سواد، یه تعصبش، تعصب خمینی از سوادش خیلی بیشتره. دقت میکنید مشکلش اینجاست. بله بریم جلوتر. لیکن همین مرد چقدر مصیبت بر اسلام به واسطه همین مرد وارد شد. دروغ میگی؟ این از دروغ های شماست، از دروغ های تو نیست، فقط از دروغ های همه شما شیعیانه. چه مصیبتی آورده؟ احادیث پیغمبر رو نقد کرده، مصیبت آورده. مشکل شما کجاست؟ مشکل شما اینجاست که آنچه دروغ را که از اسلافتون نقل شده شما باور کردید. تشیع کارخانه دروغ سازی است، از خود تا کلینی مذهبی. خود همین آقا دروغ رو واجب میدونه بر حفظ نظام یا بر حفظ بسرا، اون چه که میگه حفظ اسلام، دروغ و زنا و شراب خوردن و بله امثال معاویه. این آدم به همزن خاک پای اسب معاویه از امامه هاتون پاکتر و تمیزتره، سگ معاویه از امامه هاتون پاکتره. ابتیشون سگ نداشته، مثال عرض میکنم. لیکن شماها یه استدلال بیار، همش داری فوش میدی، یه چرا یه استدلال نمیاری؟ یا امام سر فوش دار و امثال جالب، یا سر فوش حاکی کنه به امام دایی گراز یا خونده و دست دست این هم که وضعیت اسلام را به هم زدن و میزنن. نه، وضعیت اسلام کسی به هم زده که اومده امامت تراشیده، اومده غلو کرده، همونهایی که اهل بیت علیهم السلام نفرینشون میکردن، امثال شماها رو، شیعیانی که از اطرافشون بودن. اگر کسی خواست اینا رو بخونه مفصل، اینا رو بنده در یک کتابی جمع کردم به نام ویرانگری تشیع در اسلام، که اگر خواست مفصل تر بخونه شیعه و اهل بیت علامه احسان الزهی رو بخونه، که همین مزدوران نجس خمینی ترورش کردند. ولی کدار میکنند اینها، در این روایت هست که از دینتون به اینها بترسید، از دینتون از اینها بترسید. بله از اینها، این ما صدقش شما گذاشتید، از اینها بترسید، از علمای سو بترسید. بله ولی عالم سو کیه؟ اینو شما میگی که ابو هریره، ابو هریره
مثل بقیه اصحاب پیغمبر مورد رضوان پیامبر و خدا بود و خداوند همه اونها رو تزکیه کرده، فرموده که من از دلشون خبر داشتم، یزکیهم هم تزکیهشون میکنه، تاییدشون میکنه، وعده بهشت بهشون میده. اما شمایی که از اونا بدگویی میکنید، قرآن نسبت به شما ها میگه لیغیظ بهم الکفار، هر کسی بغض اصحاب پیغمبر داشته باشه، قرآن این آیه رو براش نازل براش در شأنش هستش که میگه تا به وسیله اصحاب محمد کافرون رو خشمگین کنه. هر که بر اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم خشم داشته باشه، عصبانی بشه، بدگویی بکنه، کافره به نص قرآن، همچنان که امام مالک رحمه الله میفرماید. و عالم سو اونه که دین خدا رو تحریف کنه، به جای رسالت امامت بذاره، قرآن رو بده به دست امام زمان متولد نشده ای که قرآن پنهان کنه،